بسم الله الرحمن الرحیم با درس جدید خوش آمدید. امید که صحتمند باشین. درس امروزی ما شما هست واحد اندازه‌گیری انفلاسیون. قبل از درس موضوعی که ما شما مورد مطالعه قرار دادیم اثرات انفلاسیون بود که مطالعه کردیم که وقتی انفلاسیون وجود داشته باشه میتونه بر جنبه‌های مختلف در قسمت‌های مختلف اثر بگذارم. مثلا گفتیم که بر توزیع عاید درآمد یا عاید میتونه زیاد اثر گذار بود و همچنان بر روابط تجارت خارجی و داخلی اثر میگذاشت و همچنان بالای عواید دولت هم اثر گذار بودند. انفلاسیون میتونست که هم بر جایی واحدهای اقتصادی متاثر بسازند و مثلا در قسمت عواید از اونا، در قسمت درآمد از اونا یا داده گرفت خرید و فروش از اونا هم اثر بگذارند. حال با مطالعه کردن عوامل و اثرات از اونا میخواییم که به ما و شما ایران و انفلاسیون اندازه کنیم چگونه میتونیم که سطح یا به اصطلاح انفلاسیون ما شما سنجش کنیم. به خاطر سنجش کردنشان یا به خاطر اندازه گیری کردن انفلاسیون چند موضوع مشخص ما شما در نظر میگیریم که برای اندازه کردن در اقتصاد ملی شاخص های مختلف وجود داره. عبارت است که شاخص قیمت مستهلکین هست، شاخص قیمت مولدین هست و شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی میباشند. با در نظر گرفتن شاخص ها ما شما میتونیم میخواییم که میدونیم امو انفلاسیون موجود آمده را چیکار کنیم، اندازه گیری کنیم و سنجش کنیم و این مقایسه کنیم که مثلا در سال جاری و سال مطلوب در سال های متفاوت انفلاسیون به چی سطح بوده یا افزایش یافته، کاهش یافته یا انفلاسیون به چی هست. مقایسه از اینا رو ما شما میخواییم انجام بدیم و سنجش کنیم. شاخص قیمت مستهلکین نشان دهنده تغییرات قیمت ثبت اموال استهلاکی است که یک مستهلک نمونه آن را خریداری می‌نمی‌دارد و مطابق به آن شاخص قیمت مولدین تغییرات قیمت عمده خریداری شده از طرف مولدین را در بر می‌گیرند. یعنی شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی تغییرات قیمت تمام شده عمده تولید شده داخلی را در یک مدت معین نشان می‌دهد. به اساس هست که ما شما قبلا یادآوری کردیم در اینجا در سوال‌های اول گفتیم که برای اندازه‌گیری سطح قیمت‌ها در اقتصاد ملی شاخص‌های مثل قیمت شاخص قیمت مستهلکین، شاخص قیمت مولدین و شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی را مورد بحث قرار میدیم. از اینا استفاده میکنیم که شاخص قیمت ها را گفتیم که ثبت از اموال استهلاک توسط مستهلکین استفاده میشه مورد مطالعه قرار میدیم که در یک دوره اینا از خریداری میکنن از مولدین و همچنان قیمت شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی چیده هست تغییرات قیمتی تمام شده هم تهی تولید شده داخلی در یک دوره در یک مدت معین بر شما نشان میتن که در یک دوره معین چه اندازه هم تهی صورت گرفته تولید در صورت قیمت از اینا چه اندازه تغییر کرده. این ما شما وقتی سنجش کنیم مجموع ارزش کالاها و خدمات که در یک دوره تولید شدن و قیمت از اینا را تغییرات قیمتشان مورد مطالعه قرار بدیم شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی برش یادآوری میکنن. بنابراین میبینیم که شاخص قیمت مستهلکین یا تولید کنندگان که بنش کانسیومر پرایس ایندکس هم یاد میکنن CPI از کانسیومر پرایس ایندکس گرفته شدن که اکثر کشورهای جهان از جمله افغانستان شاخص قیمت مستهلکین را برای اندازه‌گیری انفلاسیون چیکار میکنن استفاده میکنن که این شاخص ها قیمت کالا و خدمات عرضه شده به مستهلکین را جمع‌آوری و سنجش نموده و در صورت تغییرات در قیمت‌های سال‌های مختلف سطح انفلاسیون را بر شما نشان می‌دهد که شاخص قیمت مستهلکین قیمت کالا و خدمات مختلف را در یک شاخص معین ارائه می‌کند. بنابراین به خاطر اینکه ما شما هم به خاطر سنجش کردن و اندازه‌گیری کردن سطح انفلاسیون در اینجا مثال در نظر گرفتیم چی هست قیمت مستهلکین هست که ما شما از او استفاده میکنیم. بنابراین برای سنجش CPI یا کانسیومر پرایس ایندکس یا شاخص قیمت مستهلکین اعداد فرضی را ما شما در جدول یادداشت شده و در جدول زیر به شما نشان داده شده و آورده شده که در این جدول فرض به این شده که یک مستهلک هست یک مصرف کننده نمونه ای که ما شما دارین هر ماه 5 عدد سیب و 2 عدد مالتا را خریداری میکنن و در این صورت سبد متشکل از 5 سیب و 2 مالتا هست که شاخص قیمت یا دفعه اولی یا مثلا شخص نمونه اول مستهلک اول نشان میدن که این مصرف دارن و هرگاه در سال 1395 سال اساس در نظر گیریم و بخوایم این انفلاسیون را در سال 1399 پیدا کنیم در این صورت باید مقدار موجود در سبد را با قیمت های سال اساس و سال مورد نظر یا سال مطلوب ما شما ضرب نمیم. منظوری است که وقتی ما میخوایم که انفلاسیون پیدا کنیم انفلاسیون نظر به سالها متفاوت ما شما مقایسه و سنجش میکنیم. مثلا
سال 1398 یا 1399 یا مثلا 1400 همه قسمی سالها را با هم مقایسه میکنیم که سال قبل سطح قیمت ها یا مثلا سطح قیمت ها به چی اندازه بودن، سال ما بعدش به چی اندازه هست، متفاوت از اینا را پیدا میکنیم که آیا نسبت به این سال بعدی یا 1399 نسبت به سال قبلش 1398 افزایش یافته یا کاهش یافته. به این اساس هست که ما شما میتونیم چیکار کنیم یا وقت بخوایم که انفلاسیون یا سطح تورم را پیدا کنیم، این اساس یک دو سال ما شما در نظر میگیریم و قیمت های از مستهلکینی که مصرف کردن در هر دو سال سنجش میکنیم، میبینیم بعد از اون اینا رو به توسط فرمول سنجش میکنیم. در جدول اول شما میبینید که مخارج سبد اموال مستهلکین هست به قیمت های سال اساس یعنی سال 1398 داده شده. در این جدول شما امتیع مثل سیب مالتر میبینید و مقدارش میبینیم قیمت هست در و مخارج سبد اموال هست. میبینیم که مثلا در امتیع سیب مقدارش 5 دانه هست، قیمت هر واحدش 5 سیر واحد پولی هست یا 3 افغانی هست، 3 از 5 مجموعا چند شده 15. و مالتر میبینیم مقدارش 2 مالته هست و قیمتش هر دام زنا یا وفی واحدش 5 است، 5 واحد پولی هست که 5 ضرب 10 میشه چند، 5 ضرب 2 میشه چند، 10. و حال هر دوی از اینها رو که ما شما جمع کنیم 15 جمع 10 چند شده 25، یعنی مخارج سبد اموال سیپای یا کانسیومر پرایس ایندکس با قیمت های سال اساس چند شده 25 واحد پولی شدن. بنابراین ای از چی هست؟ سبد مستهلکین در سال اساس یا در سال 1398 نباشم. در سال بعدی که سال مطلوب هست میبینیم که آیا سطح قیمت های تورم انفلاسیون به نسبت به سال 98 حالت افزایش اختیار مثلا اختیار کرده یا کاهش یافته. مخارج سبد اموال سی پی آی یا کانسومر پرایس ایندکس به قیمت های سال جاری سال مطلوب 1399. در این صورت هم در این جدول هم شما عین مثلا امته است که سیب و مالته میباشم و مقدارش مثلا از سیب 5 دانه هست، قیمتش چی رو فی واحد 4 واحد پولی هست که 4 5 20 مخارج سبد اموال از سیب هست و از مالته هم دو مالته هست یا دو دانه هست و قیمتش 6 واحد پولی 6 دو 12 که 20 جمع 12 به طور کلی چند است 32 میشن که مخارج سبد اموال سی پی آی با قیمت های سال جاری یا 1399 را برای ما شما نشان میده که مجموعا چند شده 32 واحد پولی شدن. حال این هر دو جدول ها که مثلا قیمت های مجموعه سبد اموال 1398 و سال 1399 رو با هم مقایسه میکنیم و میبینیم که سطح قیمت ها یعنی انفلاسیون و تورم چگونه هست، در کدام سال ها افزایش یافته، در کدام سال ها کاهش یافته. بنابراین با سنجش مخارج سبد اموال در دو سال مختلف میتوان شاخص قیمت مستهلکین رو با شما چیکار کرد دریافت کرد. بنابراین فرمولی که داریم شاخص قیمت مستهلکین یا سی پی آی یا کانسومر پرایس ایندکس مساوی به چی میباشن؟ مخارج سبد اموال در سال مورد نظر یا سال مطلوب تقسیم مخارج سبد اموال در سال اساس ضرب 100 هست. نظر به فرمول فرق میتوان که سالهای 1398 و 1399 مطابق به اعداد فرضی جدول قراراتی سنجش نمود. اول ما شما از سال خود اساس پیدا میکنه، میبینیم که در شاخص قیمت مستهلکین یا سی پی آی کانسومر پرایس ایندکس سالی در سال 1398 میبینیم که چون در اون صورت هم صورت و هم مخرج هر دوش سال اساس هست، در اون صورت 25 مثلا ما شما داشتیم که مخارج سبد شاخص مستهلکین از در سال 1398 25 بود، 25 تقسیم 25 یک ضرب 100 چند میشه 100. و در سال 1398 میگرفتیم که به خاطر پیدا کردن از اینا ما شما مخارج سبد اموال در سال مطلوب یا سال جاری را تقسیم سال اساس کردیم، یعنی به این صورت 32 تقسیم 25 میشه 1.28 میشه، وقتی که را ضرب 100 کنیم میشه چند 128 است. یعنی شاخص قیمت مستهلکین در سال 1398 100 شدن 100 واحد پولی هست و شاخص قیمت در شاخص قیمت در سال 1399 که ما با شما مقایسه کردیم در سال اساس 100 و چند است 128 است. حال که فرق بین از اینا رو ما شما پیدا کنیم، اینا با هم مثلا بفهمیم که در کدام سالها تفاوت بیشتر هست صورت گرفته، چون در این صورت میبینیم که حال منفی میکنیم، تغییر میبینیم، تغییر در سطح قیمت ها در سال غیر از سال اساس با سال اساس مقایسه میکنیم. در این صورت سالی که گفتیم قبلا هم 1399 به سال 1398
در مثال بالا دیده شد که میبینیم که وقتی صد سال 1398 صد بود و سال 1392 چند و 1399 128 بود، هر که از اون کم کنیم چند بشن 28 باقی میمونه، 28%. یعنی سال 1392 پایه انفلاسیون به اندازه 28% بلند رفته است. ساعتی وقتی ما این نوع چی هست، اندازه گیری و سنجش کردن انفلاسیون در دو سال بودن که ما شما در اول مثلا در قدم اول چیکار کردیم، قیمت ها را دو جنس در قیمت مثلا در سال یک سال ما مورد مطالعه قرار مطالعه مجموعی گرفتیم که قیمت مستهلکین چند جه اندازه هست و بعدا سال دوم گرفتیم. حال یک از سال هایی که یک سال ما شما سال مطلوب و سال جاری مورد قرار دادیم و سال دیگر از سال اساس قرار دادیم، به خاطر از اینکه پیدا کنیم توسط فرمول گفتیم که پیدا کردیم که شاخص قیمت مستهلکین وقت پیدا کردیم سبد سال سبد اموال سال مورد نظر یا مطلوب تقسیم مخارج سبد اموال سال اساس کردیم ضرب 100 مجموع نتیجه به دست آمد چند هست و نمو عبارت از چی میباشم سال از نتیجه که آمد به نشان دهنده چی میباشه انفلاسیون هست. وقتی بخوایم اینا را فیصدی مشخص پیدا کنیم، همین افزایشی که در سال به اساس فرمول به دست آمده سال جاری نسبت به سال اساس، از سال اساس کم کنیم، باقی مانده ای که میمونه یا محصولی که میمونه با اندازه بر چی نشان دهنده انفلاسیون هست که در سال نسبت به سال دیگه قبلی برای ما شما بعد نشان میدن. بنابراین در به طور کلی در سنجش های به خاطر سنجش کردن شاخص قیمت مستهلکین ما شما گفتیم که میخواییم که بخاطر پیدا کردن از اینا دو سال در نظر گرفتیم و در این سال هر کدام از اینا مثال فرضی در نظر گرفتیم و میخواییم مثلا دو به هر کدام سال جدول جداگانه ترتیب کردیم که جدول سال اول 1398 مجموعاً مخارج سبد اموالش 25 واحد پولی شد و سال 1399 مخارج سبد اموالش 32 واحد پولی شد. حال بخوایم توسط فرمول وقتی که اندازه یا فرق بین سطح انفلاسیون که افزایش یا کاهش پیدا کردیم ما شما گفتیم بخاطر از اینا مخارج سبد اموال سال جاری را تقسیم مخارج سال اساس کردیم ضرب 100 که در نتیجه برای ما شما نتیجه چند شد؟ 128 شد و همچنان سال اساس هم تقسیم خودش سال اساس کردیم که 100 به 100 آمد. حال سالی که ما شما میخواییم رو پیدا کنیم سال مطلوبه یا سال جاری را اول از سال اساس کم کردیم در مجموع برای ما شما چند داد؟ 28% آمد. یعنی 28% نتیجه چی هست؟ افزایش سطح انفلاسیون هست که در سال 1399 نسبت به سال 1398 بر ما شما به وجود آمده است. این طریقه چی هست؟ طریقه پیدا کردن قیمت شاخص مستهلکین هست یا به اصطلاح میتونیم که سنجش کنیم که مو چه اندازه تغییرات آمده با این خاطر از میتونیم که قیمت ها یا خود انفلاسیون ما شما پیدا کنیم. و به خاطر اندازه گیری انفلاسیون هم ما شما گفتیم که سه موضوع یا سه شاخص در نظر گرفتیم: شاخص قیمت مستهلکین، شاخص قیمت مولدین، شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی است که ما شما به خاطر گفتیم در افغانستان مجموعا از سیستم یا شاخص قیمت مستهلکین استفاده میکنند که در مثال هم ما شما شاخص قیمت مستهلکین مورد ارزیابی قرار استفاده کردیم و شما میتونید عین مثال مثلا از شاخص قیمت مولدین و شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی را و عین مثال مثلا از طریق فرمول مورد استفاده قرار بدین که مثلا یک سال اساس بگیرین و یک سال هم سال مطلوب بگیرین و ضرب مثلا وقت پیدا کنین سال مطلوب تقسیم سال اساس ضرب 100 شوه نتیجه یک می عبارت از چی هست و او را از سال اساس وقتی نمونه نتیجه از اونها را از سال اساس کم میکنین در نتیجه یا باقی مانده عبارت از چی هست، همون سطح یا اندازه‌گیری سطح انفلاسیون هست که در مثلا یا به اساس قیمت مولدین وجود آمده. اگر شاخص قیمت مولدین پیدا کردین شاخص انفلاسیون قیمت مولدین هم نشون میده، اگر از فرمول شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی را پیدا کردین در اون صورت شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی را بر ما شما نشان می‌دهد. یعنی انفلاسیون شاخص قیمت مولدین و شاخص قیمت تولیدات ناخالص داخلی هر کدام از اون پیدا کردین از اون فرمول چی میشن استفاده میشن. درس ما امروز همین قدر بود. تشکر از توجه شما و امید دیدارتون.